الان در محل بقعه پیر هرات هستید؟ محلی که الان کار مشاهده کرده یا چله خانه یا محل سکونت شخصیت بگی ایو شش پناه دو با یا زندگی بقعه ای که قدمتش به 800 سال میرسه. اینجا پرده بزرگی به نام آقای عبدالعزیز ابن عبدالغنی که ایشون اهل بخارات که میشه تاجیکستان فعلی بودن. قبلا درهای ورودی خروجی اسپا که ایمه پنهان بین به مرور زمان که گردشگری اومینی و مردم اومینیو هم یواش چشمی در باز بین بعدا مردم متوجه به که ایو محل سکونتش ایو با ایشون فرد اهل علمی بوده و حدودا 22 سال در کشور عراق مشغول به تحصیل در زمینه علوم دینی بوده. تصمیم میگیره به کشور محل زندگی خودش که بخارا میشه همین تاجیکستان فعلی برگرده. در مسیر برگشت در اصاله موندگار میشه. حاکم اون زمان اصاله فردی به نام جهانگیر بوده که حالا بر اساس تصمیمات و تدابیر اون موقع حاکم این منطقه ایشون در یک منطقه مرتفع نسبت به زمین‌های اطراف اسکان داده میشه که بعد از فوت ایشون در همین جا هم دفن میشه. آرامگاه این بزرگوار هست که در حال حاضر به لحاظ اینکه 800 سال خدمت داره اینجا و بزرگوار اینجا دفن هستن، شجره نامه اینجا هم اگر بخوایم به طور کامل کسی بخواد به طور کامل مطالعه بکنه در اینترنت و سایت های مختلف همین شجره نامه پیر هرات رو بزنن هست. خود واژه پیر هرات هم اگر تو اکسپلورر سرچ بکنید حتما اطلاعات کامل از جمعیت پیر هرات، آب بندان ها، پتانسیل ها، مناطق گردشگاه پیر هرات و همه اینها در اینترنت قابل دسترس دوستان هست. اکثریت اهالی پیر هرات مذهب تصننشون هست و تعداد کمی اهل تشیع هستن که از اطراف شهرستان تالش برای زیارت، حتی برای رضوان شهرپرستان برای زیارت اومن. ایو اون منطقه گردشگری نیست. استان تالش بخش اصاله روسته پیر هرات واقع است با جمعیتی 500 خانوار 1000 نفر جمعیت که اغلب اهالی مشغول به کار کشاورزی، دامپروری و اینم اشاره بکنم که پیر هرات یکی از روستاهایی هست که قشر تحصیل کرده درش کم نیست واقعا. اگه ما بخوایم به صورت میانگینی از کنم خدمت شما، تقریبا در هر خونه میتونیم ما یه لیسانسه و یه دانشجو رفته پیدا کنیم. پزشکان حاضر، مدیران بسیار خوب و مهندس و از همه قشر تحصیل کرده در پیر هرات هستن. دوستان خوبم، امروز اومدیم به روستای پیر هرات. چه جای زیبایی، بقعه پایین دریاچه، منظره به اون قشنگیش، چهرهای روستای اطراف دیده میشه، واقعا جای زیباییه. امیدوارم شما هم قسمت بشه به این روستا بیاین، جای دیدن این روستا رو ببینید، با این روستا هم آشنا بشین. چشمه که مردم میان اینجا آب میبرن از سرسر مثلا اطراف تالش و میان حتی برای زیارت، جای آرومیه، یعنی آدم روحش آروم میشه. امیدوارم همیشه سلامت تندرست و پیروز باشید.